عزیز الله از کابل، اگر سر سال انسان برسد و خمس آن را پرداخت نکند و بگذارد تا وقت دیگر، چه حکم دارد؟ تا زمانی که انسان خمس مالش را پرداخت نکرده، شرعاً حق تصرف در این مال را ندارد. بنابراین وقتی مال انسان متعلق خمس شد، فوراً باید انسان خمس او را پرداخت بکنه و نمیتواند که خمس را به تأخیر بیندازه که حالا یک وقت دیگر انشاءالله پرداخت میکنم. در همون موقع باید خمس مال را جدا بکنه و خمسش را پرداخت بکنه، که اگر این کار را نکنه مرتکب عمل غیر جائز و حرام شد. نصیر احمد از ناحیه 13: من مقدار پول نقد دارم و بالای آن روزمره کار میکنم، آیا به این پولها خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ اون پولی را که شما رویشان کار میکنید، اگر اصل پول شما خمسش داده شده بوده، در این صورت اگر از این پول شما فایده کردید، فقط به امو فایده ایشان در صورتی که از سر سال شما بگذره و او را شما هنوز مصرف نکرده اید، فقط به امو فایده ایشان خمس تعلق میگیره. اما اگر این پولی را که رویشان کار میکنید، به اصطلاح اصل سرمایه شما هم خمسش داده نشده، در این صورت شما باید از اصل او پولی که رویشان کار میکنید هم خمسشان را جدا بکنید و او هم خمس تعلق میگیره. سید حسین از کابل: من دو موتر کلان دارم که قیمت آنها در حدود مبلغ 60,000 دلار می شود. خانه هم ندارم و در خانه کرایه زندگی می کنم. سر سال ندارم و خمس هم ندادم. لطفاً تکلیف شرعی مرا مشخص نمایید. خدمت شما عرض کنم که بهتر است که به دفتر یا نمایندگی همان مرجعی که از او تقلید دارید، همان مجتهدی که مقلدش هستید، مراجعه بکنید تا برای شما سرسال تعیین شود و اونها انشاءالله شما را راهنمایی میکنه و از این مشکلی که گرفتار هستید راه حل برای شما پیدا میشه. حتما مراجعه بکنید به دفاتر یک از مراجع و خصوصا همو کسی که ازش تقلید دارید تا این مسئله حل شود. علی از هرات: آیا می شود سهم امام علیه السلام را در مسجد مصرف کرد؟ و آیا کسی که سهم را تا سال آینده پرداخت نکند، بالای همان پول سهم باز هم خمس تعلق می گیرد؟ در پاسخ قسمت سوال اولی برادر محترم می خواهم عرض بکنم، مصرف سهم امام در ساخت و ساز مساجد و همینطور حسینیه ها بدون اجازه مجتهد و حاکم شرعی جایز نیست. اما پاسخ قسمت دوم سوال برادر محترم یه هست که اگر سهم امام تا سال آینده پیش کسی باقی بمانه، دوباره با او خمس تعلق نمیگیره. ولی یک نکته اینجا خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم و به این نکته شما توجه داشته باشید. اون نکته ای هست که سهم امام را بدون عذر شرعی نمیشه پیش خود نگه داشت. یعنی موقعی که سر سال انسان میرسه، سهم امام خود را حساب میکنه، باید فوراً او را برای مجتهد اگر دسترسی داشته باشه یا با وکیل مجتهد تسلیم بکنه و پیش خود نگه نداره. طاهر قاسمی: من مدت 5 سال می شود که کمرم شکسته و نمی توانم کار کنم. آیا در این صورت پرداخت خمس و زکات بر من لازم است؟ از خدای متعال اولا برای شما شفای عاجل و صحتمندی کامل می خواهیم و برای همه مریضا. اگر شما از راه های دیگر درآمد دارید که مصارف سالیانه شما را کفاف میکنه و علاوه بر مصارف سالیانه چیزی دیگری باقی میمانه و زیاد میایه، در این صورت به اونمو مقدار زیاده و بر او چیزی که باقی مانده خمس تعلق میگیره و باید خمس او را پرداخت کنید.
اما اگر شما در این مدت مریضی هیچ درآمدی ندارید و چیزی از مصارف سالانه شما زیاد نمی آید، دیگه در این صورت خمس به گردن شما واجب نیست، چون خمس در صورتی واجب میشه که چیزی از مصارف سال اضافه بیاید. حالا اگر شما نمی توانید کار بکنید و چیزی به دست بیارید، پس بنابراین اصلا خمس به گردن شما واجب نخواهد بود. خانم سمیرا فیاض از کابل: اگر کسی با بدبختی های زیاد از مخارج روزانه خود پولی را ذخیره کند، خمس آن چطور می شود؟ وقت سر سال خمسی شما فرا می رسه، بعد از آمدن سر سال خمسی اگر پول شما داشته باشد که قبلا خمس آن را پرداخت نکرده اید، در این صورت بر شما واجب است که باید خمس را پرداخت بکنید. ولو این ذخیره به خاطر سختگیری در مخارج روزانه و خوراک و پوشاک شما باشه، وقتی پول از سر سال شما اضافه می آید بر او خمس تعلق می گیره و بر شما واجب است که باید خمس او را پرداخت بکنید. عبدالرشید از چهارقلعه وزیرآباد: سر سال من در 15 حمل است. همیشه خمس خود را در همان تاریخ حساب می کنم، منتها همه سال وقت حساب می کنم قرضدار هستم. از قرضداری هم کم نمی شود، بلکه به آن افزوده هم می شود. لطفاً در این مورد راهنمایی هم کنید. در جواب برادر خود عرض کنم، همون تاریخی را که شما برای سر سال خود مشخص کردید، اونمو تاریخ تاریخ معین سر سال شما هست. یعنی باید در هر سال، مثلا 15 حمل که شما در سال ذکر کردین، سر سال خود را محاسبه کنید که چقدر از مصارف سالیانه شما اضافه آمده. هر قدر از مصارف سالیانه اضافه آمده، باید 1/5 آن را به عنوان خمس پرداخت کنید. در قسمت دوم سوال شما عرض کنم که قرض و بدیهی که شما دارید، اگر این قرض و بدیهی از سالهای گذشته بوده، شما می توانستید در بین سال قرضهای سال گذشته را پرداخت کنید از فواید سال خود و او خمس نداشت. اما اگر از فواید بین سال خمس قرض با معذرت پرداخت نکردید، حالا سر سال رسیده شما باید خمس آن را پرداخت کنید. اما اگر قرض شما از سال گذشته نیست، قرض شما از امی سال خمسی شما هست، اگر قرض به خاطر معونه و مصارف سال مثل مصارف لباس، غذا، مسکن و امثال اینها باشه، می توانید که پول اون مقدار قرض را کسر کنید، یعنی به او خمس تعلق نمی گیرد. باقر حسینی از کابل: من زمستان زمین خریدم و از قیمت آن قرضدار شدم. حالا دادن قرض بر من واجب تر است یا دادن خمس؟ اگر زمین مورد نیاز و احتیاج شما بوده، مثل اینه که برای تاجایی خریده اید، در این صورت خمس به گردن شما تعلق نمی گیره. اما اگر این زمین را برای ازی گرفته اید که یک وقتی قیمتشان بالا بره و بعد بفروشید، از این طریق درآمد داشته باشید، در این صورت خمس تعلق میگیره، مگر این که پیش از سر سال شما قرض خود را پرداخت بکنید، در اون صورت خمس به گردن شما نمیآید. اما اگر سر سال شما فرا برسه و شما هنوز قرضتان را پرداخت نکرده اید، بر شما خمس تعلق میگیره.